امیدوار هستم در هر کجای دنیا که هستین، چه در داخل کشور هستین و چه در خارج از افغانستان هستین، زندگی مملو از نشاط، صفا و صمیمیت داشته باشین. خداوند منان را سپاسگزار هستم که ما امروز صحتمند هستم و پروردگار به من صحتمندی عطا فرموده تا که جور باشم و تندرست باشم و یکی از برنامه های ناب دیگره از شبکه تلویزیون آریانا با کمک و همکاری دوستایی که فعلا در گل شب اینجا زحمت میکشن به شما عزیزا پیشکش بکنم. ما تمنا دارم که برنامه را تا آخر بیننده باشین و با این برنامه با دانش طبیعتان در مورد موضوع صحی که امروز بحث میشه بیفزاین. دوستای گرامی، نظر به پیشنهاد که شما در شبکه‌های اجتماعی کرده بودین و پیام فرستاده بودین، امروز قرار است در این برنامه ما در مورد دلبدی و استفراغ صحبت داشته باشیم. محتوای عمومی برنامه امروز را این تشکیل می‌ده که اول شما باید دلبدی را بدانین، استفراغ را بدانین، حالت‌های دیگه که به نام بازگشت مواد بدون فشار از او را بدانین، در مورد دلجوشی معلومات داشته باشین، ای که چرا ما دلبدی و استفراغ پیدا میکنیم. در این حال وقتی که پیش یک فرد دلبدی و استفراغ ایجاد میشه، آیا همیشه این نگران کننده است و ای که بعض اوقات امکان داری بیخی یک گپ عادی باشه؟ در این حال آیا به خاطر دلبدی و استفراغ نیاز به یه است که ما به دکتر مراجعه بکنیم؟ آیا نیاز به یه است که معاینات پیشرفته تر پیش یک فرد اجرا شود؟ در ضمن از او، اگر دلبدی و استفراغ پیش یک فرد معنت بانه، طولانی مدت بانه، آیا پیش یک فرد اختلاط ایجاد میشه یا نه؟ و با کدام راهکار ما دلبدی و استفراغ را در نزد یک فرد مورد تداوی و معالجه قرار بدیم؟ یک بسته مکمل معلوماتی در مورد دلبدی و استفراغ از طریق برنامه درمان امروز خدمت شما عزیزا پیشکش میشه. اگر تا آخر بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب بکنین، ما مطمئن هستم که دیگه چیزی در مورد دلبدی و استفراغ برای شما گنگ نمیمونه. دوستا در گوشم میگه بسته معلوماتی نداری، فهمیدم بدر، من خودم گفتم که یک بسته از معلومات برای را میکنم، راحت باشین. گفته یه مردم های انگریز میگه کام داون. خب دوستا، باش که اینجا یک بیشینم که یک ذره یک مام زله و مانده نشم، گرچه از این صبح همراه مریضا می باشیم و کمک آدم خسته میشه، ولی بودن با وطندارا و بودن با همکارای تخریک و جوانای رشید که می بینی با انرژی کار میکنن، سبب کاستن دلبدی، قریب بگویم دلبدی استفراغ، سبب کاستن خستگی ما میشه. خب دوستا، اول وقت ما در مورد اعراض جهاز هاضمه صحبت میکنیم، یعنی بعضی از شکایاتی است که سبب میشه تا مشکل در سیستم هاضمه باشه و ای پای مریض را به وزیت کردن یا ملاقات کردن دکتر صاحبا بکشانه. اینه میره به نام اعراض عام جهاز هاضمه میگن. کدام اعراض است که افراد اشخاص معمولا در سیر تشوشات جهاز هاضمه ممکن است تجربه کنند؟ اگر افراد دلبدی داشته باشند، استفراغ داشته باشند، اسهالات داشته باشند، قبضیت داشته باشند، ظاهر شدن خون از استفراغ پیششان موجود باشد، ظاهر شدن خون در مواد غایطه موجود باشد، یا ای که خون
به شکل شبک مواد غایتر سیارنگ بسازه. اکثر افراد اشخاص امکان داره که از نفخ و باد شکم شکایت داشته باشن، از قراقر شکم شکایت داشته باشن، امکان داره افراد اشخاص از زیاد هکک زدن یا هکب زدن شکایت داشته باشن، و گاهی اوقات امکان داره که افراد اشخاص از دلبدی و استفراغات دوامدار و معنی شکایت داشته باشن. یعنی هرگاه پیش یک فرد اینمی رقم دریافتای کلینیکی موجود بود، ای پیش خود مریض و پیش دکتر معالجش یک انگیزه ایجاد میکنه که شاید کدام تشوش در سیستم گاستروینتستینال یا سیستم معده و مایعی مریض موجود باشه. خب امروز مشخصا در این برنامه محراق بحث ما در مورد ناژیا و وومیتینگ هست، یا دلبدی و استفراغ. دوستای گرامی، بینندگان عزیز، تمام کسایی که پای شبکه تلویزیونی آریانا ششتین و ما بیچاره را تماشا کرده رایستین، یادتان باشه که ما در مغز خود، در سیستم اعصاب مرکزی، در ساحیر که بنام برینستیم یا ساقی مغز میگه، مرکز کنترول دلبدی و استفراغ داریم. و این مرکز از قسمت‌های مختلف بدن سیگنال میگیره و در سیر از اینمی سیگنالای که از قسمت‌های مختلف بدن به این ساقه مغز میرسه، در نزد یک فرد دلبدی و استفراغ ایجاد میشه یا مراکز دلبدی و استفراغ تنبیه میشه. قبل از اینکه ما در مورد عواملی که سبب دلبدی و استفراغ پیش یک فرد میشه بحث داشته باشیم، خوب است که شما تفاوت و تمایز بین چند ترم یا اصطلاح طبی را بفهمید. چرا گاهی اوقات اکثر افراد اشخاص که به خاطر معالجی مشکلات جهاز هاضمه به دکتر صاحب مراجعه می کنند، در تفکیک این اصطلاحات کمک مشکل می داشته باشند. خب اصطلاحات چی است؟ نمبر اول، ما شما داریم ناژیا یا تهوع به حالت میگه که یک فرد یک حس خوشایند نمی داشته باشه. فرد یک حس می داشته باشه که من خوب نیستم، من مریض هستم، و حس می کنم که باید چیز را بالا بیارم اما نمیارم. اینه میره از نگاه طبابت به نام ناژیا میگن یا نزیا. دو، وومیتینگ یا استفراغ حالتی است که محتوای معده یک فرد یا محتوایی که در داخل معده یک فرد است با فشار خارج میشه، یا گلاب پیش روی همه یک نفر حوق میزنه و محتوای معده بیرون میبره، این را با اون وومیتینگ میگن. اصطلاح دیگه که وجود داره، ما عرضی داریم تحت نام ریگورجیتیشن. ریگورجیتیشن به حالت میگن که محتوای معده مایعی بدون فشار بالا می آید. فشار نیست، اگر فشار تو استفراغ است. در ضمن ترم یا اصطلاح دیگه به نام رومینیشن هست. رومینیشن منظور و مفهومش نشخوار است. یک فرد محتوای معده مایعیش بالا می آید، این را می جواب پس دوباره بالا می کنه. این نشخواری که حیوانات می کنن. البته شبیه انسان به حیوان درست نیست، ولی امیرومینیشن شما دیده باشین یک به طور مثال حیوان پستاندار معمولا محتوای معده‌اش بالا میاد و رو مثلا نشخوار میکنه پس بالا میکنه. این از نگاه طبابت به نام رومینیشن میگن. در ضمن از او چیز دیگه ما به نام رفلاکس داریم. در رفلاکس یا خصوصا GERD یا GERD یا گاستروزوفیجیال ریفلکس دیزیز، اینی محتوای معده انسان با معمول محتوای اسیدی که هست بالا میاد و این سبب میشه که در این ساحه یک سوزش، درد، ناراحتی، یک حس ناخوشایند، حتی درد در هنگام قرط کردن نان یا بله حس شود. فرد صبح از خواب که میخیزه مزه دان شور و ترش میباشه که را واتر برش میگن، و اگر ای در طویل المدتی دلجوشی ها و بالا آمدن اسید معده مورد تداوی قرار نگیره، بدون شک محتوای عبور نان را به معده
تنگ می سازه و این امکان داره که من حیث یک فاکتور خطر به خاطر ایجاد سرطان های معده مایعی عمل بکنه. پس این اصطلاحات باید ما یک دیگه تفکیک کنیم. آیا ما دل بد هستیم؟ آیا ما دلجوش هستیم؟ آیا ما نشخوار می کنیم؟ آیا محتوا بی فشار بالا می آید؟ آیا ما حس تهوع داریم ولی استفراغ هم را با اون نیست؟ و یا ای که پیش ما محتوا بالا می آید بدون فشار؟ اینا در کل تظاهرات و تشوشات است که در سیر امراض مختلف و خصوص امراض جهاز هاضمه پیش یک فرد ایجاد میشه. خب دوستا، دلبدی و استفراغ امکان داره که حاد باشه، امکان داره مزمن باشه. دو سه روز است که دلبد استفراغ هستیم، دلبدی و استفراغ داریم، میره پیش درایش، سلف لیمیتد است، نه دوا خوردیم نه کدام اقدام کردیم، یک دو روز سه روز دلبدی داشتیم رفت پیش درایش. ولی گاه یا اوقات امکان داره که پیش یک فرد دلبدی و استفراغ مزمن و معنت باشه. فرد میگه یک ماس یک و نیم ماس که آدم هیچ دمیدیش چیز نمیمانه، امی دوارم که میخوره پس حوق میزنه مندازش. بسیار گشته میت معلوم نیست که علت دلبدی و استفراغ از این چیز. دکتر سوی مریض جور تهره یک استفراغ داره، حالان که پایواز از این نمیدانه که یک استفراغ امکان داره در سیر طیف وسیع از امراض ایجاد شده. پس آن لستشان همه تو یک لست تویه که به مردم میتن، همه تو برطانی را همه کنم ببینه که یک استفراغ در سیر کدام امراض پیش یک فرد میتونه ایجاد شده. در ضمن موضوع دیگه مورد بحثی است که استفراغات امکان داره متقطع باشه، استفراغات امکان داره که متداوم باشه. استفراغ امکان داره پیش یک فرد بعد غذا ایجاد شود، قبل غذا ایجاد شود. استفراغ امکان داره که خودش من حیث یک مرض پیش یک فرد عمل بکنه یا ای که یک جزء از اعراض یک مرض دیگه باشه. چه فاکتورها و چه امراض سبب ایجاد دلبدی و استفراغ پیش یک فرد شده میتونه؟ کدام مرض هاست که سبب ایجاد دلبدی و استفراغ شده؟ بدون شک که در این موضوع بحث زیاد میداشته باشیم، چیز در مورد دلبدی و استفراغ به شما گنگ نمیمونه، ولی فعلا یک میان برنامه که کوتاه میداشته باشیم. فقط شما را به بخش دوم بعد از وقفه دعوت میکنم که بخش تماس های شما است، شماره 0711-11-28 0711-11-28 بعد از وقفه در خدمت شماست. شما را از اون خانگه کایتان مستقیم به استودیو وصل میکنن. وقفه زود برمیگردیم، جای نره. خوش برگشتین. بیننده برنامه درمان از تلویزیون جهانی آریانا، با ما دکتر قیس نکزاد هستین. تمنا دارم که تا آخر بیننده باشین برنامه را. دوستای عزیز، ما صدا اینجا دارم. خب امیدوار هستم که برنامه را تا آخر شما بیننده باشین و مشکل در گوشیم یک شخشخک بوده که گفتیم تمرکز گردوت نسازه و با این برنامه بدون شک در مورد دلبدی و استفراغ و معلومات طبی شما افزوده میشه. بخش دوم برنامه درمان است و شما میدانین که در بخش دوم ما تماس های شما را از نکات مختلف افغانستان میداشته باشیم. شماری که شما را فعلا به برنامه وصل میکنه 0711-11-28 است. زنگ بزنین در مورد موضوع امروز برنامه و در مورد سایر مشکلات صحیتان و ما سوالای شما را میگیریم و اگر آل فرصت بود آل نبود در برنامه بعدی در مورد هر کدامش قطعات و سگمنت های معلوماتی آماده میشه. فعلا تماس داریم، ببینیم که کدام دوست ما و از کجا به تماس شدن. بله بله، هموطن گرامی صدای مرا دارین؟ بله خب
متاسفانه چون تراکم تماس ها زیاد است، یک تماس تماس دیگر را قرب قطع میکنه. تماس بعدی. بله سلام علیکم، شب شما بخیر. دکتر شما یک تکلیف داشتم که ما یک چند روز همیدن درد میکردم، یک دو همیشه که من عزیز نشده بودم، حالا دیماغوار نشده. خواه بله درست، بخاطر این من تروشش میکنم، سینه بکی هسته 21 سال هستم دکتر. خواه 21 سال خور محترم عمر دارین و دو ماه میشه که انقطاع در جریان عادت ماوارتان ایجاد شده. تال را بخاطر این مشکل به دکتر صاحبا مراجعه کردین یا نه؟ نه. دمی داخل کابل بود و باش دارین یا در ولایت؟ نه در سمنگان هستین. سمنگان هستین. و در پلی از او همشیره بزرگوار ای کتله که در سیدی شما رشد کده، کتله خرد است، بزرگ است، دردناک است، ای متوجه شدین؟ نه نشدم دکتر، دو ماه میشه که مسیح هسته مریض ماه نشدم، از دوای معده رو میخوردم که یاد دو ماه میشه که ایز نشدم. خب ما خودم میترسم که چرا نمیشم. درست ازدواج کردین یا مجرد هستین؟ نه گفتم عروسی کردین یا مجرد هستین خواهر گرامی؟ نه دختر خانه هستم. سلامت بخیر باشین. یک تاریخچه مفصل از این مریض ضرورت داشت، ولی به نسبت بعض ملحوظات نمیشه که ما مکمل به تفصیل صحبت بکنیم. در این حال تراکم تماس ها زیاد است، باید به دوستای زیاد رسیدگی شود. تماس بعدی. همکار عزیز تماس بعدی رو وصل کنین. بله. سلام علیکم، شب شما بخیر. شب میشه یا شامتان بخیر، امیدوار هستم که صحتمند باشین. کی هستین و از کجا به تماس شدین دوست محترم؟ تشکر دکتر صاحب، شب شما بخیر. عبدالمتین هستم از میدان هوایی کابل به تماس شدین. متین جان بفرمایین صاحب، چطور تماس گرفتین؟ دکتر صاحب، امی خانم ما یک مشکل داره، غده تایرات داره و یک کمک روش کرده. بله. حالا باعث از این میشه که نفسشام تنگ میکنه، اکثر وقت نفسشام قطع میشه. خواه باز دکتر صاحبای جراحی نظر به این دادن که باید عملیات شد. یعنی منظورتان از جراح دیگه دکتر صاحبای گوش و گلوز؟ بله ها. اینا نظر دادن، دکتر صاحب داخل هم نظر همیده داد که باید ورداشته شد. خواه که اینو مشکلات که گلونش بند میشه یا باش. بله. ولی من یک سوال دیگه داشتم دکتر صاحب. بله. در داشتن از این با چی مشکلات بار میره برای مریض؟ درست. یعنی هدف شما ایست که اگر غده تایراید عظمی همشیره را عملیات بکنین، همی اختلاطای عملیات پیش ازی چی بوده میتونه؟ هدف همی ایست؟ بله همی هم از نه گفتم بعد از عملیات که یادم خوب میشه، مثلا غده تایراید هم یک وظیفه را باید اجرا کنه. بله میشه. بله سبا روز چی مشکل برای پیش میشه؟ درست است. انشاءالله در مورد از این ما به شما وضاحت میتونم. نگران نباشین. سلامت. تشکر دکتر. خدا حافظ شما. خب اطور میکنیم همکارای عزیز که یک چند تماس میگیریم، باز کوتاه در مورد هر کدامش وضاحت میتیم. به خاطر تو باز ما اگر وضاحت شروع بکنم یک دفعه صحبت قطع میشه. درست است سلیمان جان قند؟ خب 0711120 سیسنه که غلط نشه. شماره ارتباطی شما به برنامه زنگ بزنین و مشکلات سیتان را با ما در میان بگذارین. بله سلام علیکم. سلام علیکم، شب شما بخیر بزرگوار. زنده باش دکتر شفیجان، از ولایت کابل. شفی جان از ولایت کابل، چطور هستی برادر عزیز؟ صحتت خوب است؟ شکر دکتر. زنده باشی دکتر، از ما تکلیف میده است. میده چی مشکل داره؟ یک سال میشه دکتر که درد دوامدار میکنه. خب میده درد دوامدار داره، مشخصا منظورت از میده همیست همیساها درد داره؟ خب مرا میبینی؟ همین ساهای اپیگاستریک درد داره. خب این درد مسلسل است، متقطع است، برتون معلوم است؟ خب درد متوجه نشدین بزرگوار که چی تشدید میکنه، یعنی چی زیادتر میکنه، چی کمتر میکنه، فکرتان نشده؟ درد دکتر صاحب اینطور است که اگر نان بخورم یا نخورم یا گوش نباشم یا نباشم این درد دوام داره. خواه و به خاطر از این مشکل و ردیابی علت از این درد دوامدار و مزمنی که پیشت است برای دکتر صاحبای بخش مراجعه کردی یا خیر؟ نه
نه نه دکتر سرکوال مراجعه نکردیم از خاطر از اینکه موی مزیت میره موی سر. خب این خو صحیح است، موی رفتگی موضوع علایده است، دردت مسئله علایده است. آیا اگر ما یک گپ بگویم خفه نمیشی؟ بی اعتنا نیستی؟ چی دکتر سر؟ گفتم بی پروا نیستی؟ غصه که یک سال است که تو درد میده داری و تار را به دکتر نرفتی، از برای خدایی خوب درست نیست. والا اگر صحیح دکتر سر خوب مشکلات اقتصادی دیگه اقتصاد خواست خوال یک مرض که سرش گرفته نشه، اگر فعلا اینقدر دوا کار داشته که پنج روز بعد در روز بعد اینقدر دوا ضرورت پیدا میکنه بنده خدا. بله بله دکتر سر، درست درست. یعنی در زیر جلد کدام لغوتی و بغوتی حس میکنی؟ درست. در مورد از این موضوع ما بر خودت وضاحت میتوم آقا، شنونده باش دیگه، باز بیننده باش، شنونده باش. سعیس همکارای عزیز، ما مجموعا در امی پارت چقدر وقت داریم که باز تماس ها را ما تنظیم کنم به مشکل؟ خود دو دقیقه که هست خیفه تا فقط ما میاره جواب میتوم، باز تماس ها در قطعه آخر میداشتم. سعیس هم تو درست هست؟ بخی سعیس. خب یا خواهر ما وقتی که ما با وقفه رفته بودیم تماس گرفته بودند در مورد استیلبرت سوال کردند. استیلبرت چی مانا؟ یکی ما ابورشن داریم یا سپت، که یک فرد جنینش قبل از اینکه به هفته 20 برسه زایی میشه یا قبل از اینکه وزنش به 500 گرام برسه زایی میشه، این را به نام ابورشن میگن. دوم ما شما اصطلاح استیلبرت داریم که یک فرد ولادت میکنه مرده، یا هرگاه ولادت های مردی که بعد از هفته 20 اتفاق بفته ای را به نام استیل برد میگن. و ترم یا اصطلاح دیگه به نام نیونیت دیت داریم، پیدا میشه زنده، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روز، یک هفته زنده میمونه میمونه. یک طیف وسیع از امراض وجود داره که سبب این چنین چالش ها شده میتونه. پیش از این همشیره گمان بسیار بلند در مورد کانسنگوین مریج هست، یا خونشریکی که کتی خونشریکی خود عروسی کده، ای همشیره شوهرش بچه همیش میشه. بنابراین اگر ای امر یک بار دیگه همچنان اتفاق افتاد، نیاز مبرم هست و من یک اشد ضرورت پیش از اینا جنتیک استادی رو میبینم، که پیش از این زوج هم خود خانم هم شوهرش مورد مطالعه جنتیکی قرار بگیره تا اینکه ارزیابی شوه که آیا پیش از اینا در یکیشان یا در هر دویشان کدام کروموزومال دفکت یا تناقصات کروموزومی یا کودایشان به اصطلاح کدام جنجال داره یا خیر. در مورد اگرچه علتهای مختلف دیگه همچنان برای ولادتهای مرده وجود داره، ولی پیش از اینا نظر به تاریخچه کوتاهی کرایه کردن شاید امی امر یک چیز باشه که گمان پیشش بیشتر میره. در موضوع خواهر ما که 21 سال عمر داشتن و 2 ماه است که انقطاع در سیکل عادت ماوارشان ایجاد شده و یک لغوتی را در قسمت پستان تجربه میکنن و موضوع دوای میده را گفتن، اکثر دواهای میده امکان داره که در ترکیب خود لیووسالپراید داشته باشه، سینیتپراید داشته باشه، میتوکلوپرامید داشته باشه، دومپریدن داشته باشه. دوای پروکینتیک از کرکات به طور مثال در میده و روده کمک تنبیه میکنه. اینا یک عوارضشان گلکتوریاست، افراغ شیر را بلند میبره و با بلند رفتن افراغ شیر یک فیدبک به قسمت غده هایپوتلموس میته و سبب میشه که یک مقدار پس افتاد در سیکل عادت ماوار ایجاد شده. به گمان اغلب که مشکل امی است، ما یک میان برنامه که کوتاه می داشته باشیم، پس میاییم و سوالای دیگر هم باز بخیر در قطعه 4 یا سگمنت 4 برنامه میگیریم. خوش آمدین. بیننده برنامه درمان با ما دکتر قیس نکزاد از تلویزیون جهانی آریانا هستیم. با ادامه صحبتهایی که قبلا داشتیم، هموطن ما از میدان هوایی تماس گرفته بودن، نگرانی داشتن در مورد عملیات گایتر یا جاغور که قرار است به خانمشان اجرا شود.
ببینین دوست محترم، اگر دکتر صاحبای داخله و دکتر صاحبای بخش و گوش و گلو به این موافق هستند که عملیات یا تایریدکتومی برای مریض شما کمک کننده می باشه، بدون شک شما مکلفیت دارین که به این خواست دکتر صاحبا لبک بگوین. ولی یکی که مثلا شما میگین اختلاط از این چی است، بدون شک عملیات در هر کجای دنیا مملو از یک سلسله چالش ها و اختلاط های خود می باشد. و عملیات غده تایراید یک سلسله اختلاط ها را امکان دارد که در مجریان خود پروسیجر داشته باشد و یک سلسله تشوشات امکان دارد که بعد از برداشتن از این پیش افراد اشخاص ایجاد شود. دوستان متوجه هستین؟ امکان دارد که بعض اوقات یک سلسله مشکلات در جریان پروسیجر و یک سلسله مشکلات امکان داره که بعد از پروسیجر ایجاد شود. همکارای داخل استودیو شما متوجه هستین که من یک ذره تمرکزم گدوت نشه. خب در جریان عملیات بعض اوقات امکان داره افراد اشخاص اگر عملیات درست اجرا نشه ریکرنت رنجر نلف پالسی، یعنی که اگر از پیش جراح کدام اختلاط بتامی اعصابی که مثلا در این قسمت است گاهی اوقات اگه فلج مریض بعد از او امکان داره که خپی صدا پیدا کنه، ولی این یک اختلاط خیلی نادر هست. میتونید که از ترس از این شما مریض عملیات نکنید. یک، این ساحه بسیار ساحه مملو از واس رگ زیاد داره، امکان داره بعض اوقات بلیدینگ بتا در جریان عملیات است. امکان داره بعض اوقات اگر عملیات به شکل اکادمیک و درستش صورت نگیره غده پاراتایراید که در عقب غده تایراید می باشه این امکان داره که برداشته شه و مریض بره به طرف هایپو پاراتایریدیزم یا کمکاری غده پاراتایراید. این یک سلسله اختلاط هایی است که امکان داره در جریان پروسیجر عملیات اجرا شه. ولی یک چیز یادتان باشه دوست عزیز، وقتی که عملیات برای خانم شما اجرا میشه این عملیات مکمل برداشتن غده نیست، چرا که غده تایراید یک غده است که هورمون هایی را که تولید میکنه از این مو انسان نقش داره تا به نوک انگشت پای. پیش از این مریضا معمولا سب توتال تایرویدکتومی صورت میگیره، یک لوب غده تایراید مکمل و از لوب دیگه غده تایراید به صورت نسبی برداشته میشه تا اینکه فنکشن یا وظیفه از این غده حفظ شوه و در عین حال پیش مریض ناشی از پرکار بودن از این سمیت ایجاد نشه که به نام تایروتوکسیکوس میگن. پس اگر دکتر صاحبای گوش و گلو و دکتر صاحبای داخله موافقیشان برمی است که برداشتن و تایریکتومی بر از این مریض مناسب است، بدون شک شما در اجرای پروسیجر تاخیر نکنید. شفی جان، تماس گرفته بودین دوست از یک کرونیک پیگاستریک پین شکایت داشتین، یک درد مزمنی که در این ناحیه قسمت بالایی بطنتون شما حس میکردین. اول شما بی‌اعتنایی کردین، بی‌غوری کردین، باید مثلا در این مدت به دکتر صاحب مراجعه میکردین، چون از این امر یک سال شده. عوامل مختلف وجود داره که سبب درد در این ساحه شه، از عوامل کیسه صفرا که سبب دردا میشه شروع تا به عواملی که سبب مثلا این دردا میشه، ممکن است مشکل در پانکراس باشه، آفات هپاتوبیلری یعنی آفاتی که مربوط کبد میشه، مربوط سیستم پانکراس میشه، مربوط مثلا کیسه صفرا میشه، مشکلاتی که مربوط خود معده میشه، تشوشاتی که مثلا در معده است از یک گاسترایتیس یا شوریدگی معده شروع تا به التهاب معده تا به بتر مثال زخم معده و اصلا دریافت کلینیکی. بعض اوقات امکان داره درد ریدینگ باشه، یعنی درد دی سایس میشه ولی اصلا منشأش در دیگه است. پس گرفتن یک تاریخچه مفصل، مراجعه به یکی از دکتر صاحب یک نیاز است بر شما. وقتی که مشاهده گرفته شد علت از این موضوع معلوم میشه و بعد از اون امکان داره اهتمامات دوایی و غیر دوایی بر شما در امر توصیه شود. دوستای گرامی 0700 111 28 شما را فعلا به برنامه وصل میکنند. تماس وصل کنین دوستان. بله. بله. سلام علیکم دکتر. سلام علیکم. شب شما بخیر دوست بزرگوار. شب شما بخیر همچنان. دکتر صاحب یک تکلیف معده داشتم. خواه. تخمینا یک سال میشه. چند دفعه دکترم رفتم. در کابلم در دکتر رفتم. دم متخصص اما معده محمدی وردگ میگه یک دکتر دم. برادر عزیز، یک خواهش من از شما بکنم که از دکتر صاحبایی که مراجعه کردین لطفا نام نبرین. اگر خوبم شده خانه شما باد، اگر بدام شده خانه شما باد. فعلا شما فقط محراق توجهتان شکایتتان باشه. از چی به تکلیف هستین و چی سبب رنجشتان شده دوستان؟ ما امی نانم امی
می گلون خلا میکنه می نانم در می گلون یعنی نان جا بند میمانه در تیر شدن مشکل ندارم حس میکنی که چیزی جا است ولی در اصل چیزی نیست همی؟ بله. یک گرفتگی را در یک گری را در گلون حس میکنی ولی در اصل تو نمی باشه چرا در اصل اگه اوجه یک گری و گلو باشه خود طبیعی است که تو نان بخوری اینجا بند میشه بله. در گلویت بلغم ایگه پاویا نمی داشته باشی آقا جان؟ بعضی وقت که بلغم داشته باشم راحت تر هستم اگه بلغم نداشته باشم راحت تر نیستم درست دلجوشی آرق ترش کردن تیزاب بالا آمدن این مسائل پیشت است؟ بله امی دنم تلخ میشه خشکی دنم میشه درست یعنی امی سراغش که ما میرم امی صاب منظم نیست یا ایسال هستم یا قبضیتم خیلی دارم درست از نگاه روح و روان ناراحت پریشان مزاجت گرفته است سر هر چیز بیمارو چرت میزنی تشویش میکنی؟ انسان طبعا به تشویش نیست دیگه در مورد از امی که مثلا اینجا نان یک قسم گفته خودت گریواره میکنه اینطور یک کمک نگرانی داری که چیز خطرناک نباشه کدام مثلا مرض مهلک نباشه خدای نخواسته کدام تشویش جدی نباشه سرطانی نباشه گپا هست؟ بله انسان طبعا یک فکر میکنه صحیح. خب اول بسیار به تشویش میگنم اول اوقع تشویش نمیگنم اوقع سلامت در این موضوع بر شما انشاءالله معلومات میتیم برادر بزرگوار شنونده باشین سلامت وقتان خوش خداحافظ حالتی که پیش از این دوست موجود داره از نگاه طبابت بیشتر به نام گلوبوس سنسیشن میگن یا گلوبوس هستریکوس پیش فرد حس میکنه که در گلو چیز هست کدام لغوتی در گلوش هست گلوش یک قسم مقده گرفته کلوله وارد اینجا چیز هست وارد در اصل نیست در اکثر واقعات این امر در سیر تشوشات روحی و روانی جهاز آزمه ایجاد میشه ای که شما فعلا ساتیسفای هم نیستین یعنی قناعت هم ندارین از خاطر از ای که در این موضوع شاید شما بیشتر خود حساس ساخته یگانه رای حل از این موضوعی است در این امر شما توجه نکنین زیاد فکرت سونش نگی زیاد متوجهش نباش هر قدر که متوجه شده بری اینمی حالت و اینمی حس اذیت کننده پیشت روز بروز خود بزرگ کده میره ولی اگر با حس کردن چیز کدام بندش میخونیکی موجود میباشه یک نفر نان میخوره ایجا بند میمانه نان با مشکل تر میشه نان با درد تر میشه روز بروز لاغر میشه روز بروز تغذیه کردنش دچار چالش میشه در این صورت نیاز به ایوالویشن داره بدون شک دکتر صاحب که شما مراجعه کردین در این امر تاریخچه خود داشتن معاینه فیزیکی خود کردن چیز جدی نبوده که بر شما اطمینان خاطر داده شده در یک کلام بی اعتنا خود را کردن در مورد شکایت سبب بهبودی شکایتتان میشه 0711128 شما را از خانهتون به استودیوی ما وصل میکنه تماس بعدی بله سلام علیکم شب شما بخیر شب شما بخیر دکتر صاحب خوبین شما خوبه الحمدلله صحت ما خوب است شکر صحتمند هستم سالم هستم کی هستی بزرگوار و از کجا به تماس شدی آقا رضا هستم از ولایت بامی هم دکتر صاحب آقا رضا جان چطور تماس گرفتی بزرگوار دکتر صاحب من از ناحیه مشکل معده دارم از ناحیه معده خیلی ناراحت هستم من پیش دکترام رفتم دکترها اکثرا گفتن که اوقات چیز جدی نیست اما من در تقریبا نمی گلی لنسپرازول همی لنسیت یعنی می زیادتر تاثیر میکنن بگم این دوین دجه مثلا اگر یک کمی اندکترین غذا گرمتر بخورم هم سوزیش میکنن اما در قسمت گرسنگی سوزیش نمیکنن در قسمتی که پرخوری کنم سنگیت سوزیش نمیکنن فقط می زیادتر که یک کمی چای پررنگتر باشه زیاد سوزیش میکنن یا نمونهش یکان چیزی که شیرینی بخورم همینا سوزیش میکنن بگه دویم هم سوزیش هست چقدر مدت میشه که عرض و شکایت پیش شما جا چه؟ تقریبا یک سال میشه دکتر صاحب درست مترافق با این دلجوشی دارین تیزاب بالا می آرقتون ترش میکنه؟ بله دکتر صاحب گفتم همراه از اینمی شکایت دلجوش هستی تیزاب بالا می آرق ترش میکنه؟ نه دکتر صاحب نه رقم نمیشه درست و در ضمن از او بزرگوار باد شکم ظاهر شدن خون در مواد غایطه ظاهر شدن خون در استفراغ کدام وقت شاهد بودی؟
نه، این حالت اونجوری نداره. درست. با دکتر صاحب وقتی که ما فهمیدم، با دکتر صاحب وقتی که مراجعه کردی، ماینات به خاطر تثبیت همین مشکلت برات داده شده است؟ قبل تست مواد غایطه، تست تنفس، تست اندوسکوپی اینا برات اجرا شده؟ بله، از تست مواد غایطه گرفتن. نه، ماینه اندوسکوپی و عکس برداری جهاز آزمه و مسائل پیش اجرا نشده. درست. و این امی سوزش میدید بدون از اینکه مثلا محرکین غذایی داره و بعض غذایی را تشدید میکنه، دیگه کتی چی ارتباط داره؟ دیگه فقط امی امروی غذا است. فقط امی غذا یا یک امی غذا که بخورم من مشکل غذا است. یا زیادتر که کار زیاد کنم خسته شما میدید سوزش می. روح و روان خوب است؟ از نگاه عصبی نارام پریشان جگر خون زیاد نمیباشی؟ در گذشته به خاطر جاندردی و پایدردی و امثال هم دوای تسکین درد و مسکن زیاد استفاده کردی یا کم؟ از استفاده کردیم، درمون استفاده کردیم. رنگ مواد غایطه سیاه نمی باشه؟ نه. سلامت، وقتتون خوش. بخیر باشید. دوستای گرامی، صحبت ها از شیرین. تاریخچه من مجبور هستم که وسیع بگیرم و جواب باید کوتاه را کنم. حالا دکتر صاحب که بیننده برنامه است بگویم دکتر قیس پایگوندشکک گریز کرد. دمی گوشم بغست خانده سلیمان میگه که جواب کوتاه، جواب کوتاه، جواب کوتاه. من هم جواب کوتاه را میکنم. یک میان برنامه که کوتاه، پس دوباره زود برمیگردیم. جای نرین. بیننده برنامه درمان با ما دکتر قیس نیزاد از تلویزیون جانی آریانا باشید. دوستا، حال بحث نیمه نمانه، تماسا خو بر از داده از کل افغانستان شور خورده. ما از دسته که اویلیبل نبودیم برکس، یعنی برکس چی مانو کل باشد تا خودنمایی نشه، یعنی هر مریض کوشش میکرد که صحبت کتیم ابو داشته باشه، چون تقریبا زیاد فعالیت های رسانه ای داشتیم، حتما همه تو صدای ما خوش شد. حالا یک رقم تماسا آمده رایست که بخیر توپک و اصلی برنامه ماند. ما باید توضیح بتم. ببینید دوستا، چه عوامل سبب میشه که یک فرد دلبدی و استفراغات معنت داشته باشه؟ کدام امراض سبب میشه که در پهلوی که فرد در یافتای دیگه کلینیکی می داشته باشه دلبدی و استفراغ همچنان داشته باشه؟ خب باش که دستای ما را جمع بسازم. گرچه در مؤاخذه طبی عوامل اساسی که سبب دلبدی و استفراغ پیش یک فرد شده میتونه به چهار گروپ عمده تقسیم بندی کردن. اگر او را من تو نظر به محرکینش توضیح بتم، بحث برنامه زیاد طبی میشه. من تو کلان کلان به اصطلاح کتا کتا عوامل دلبدی و استفراغ پیش ما ارائه میکنم. اگر از بالا شروع کنیم، هر نوع تشوشی که ما در سیستم اعصاب مرکزی خود داشته باشیم، در اینجا اگر کدام رگ بند باشه، سکته مغزی کنیم، کدام سیست باشه، کدام تومور جراشت کرده باشه، میگرین یا نیمسری داشته باشیم، روان ما نارام باشه، پرخوراکی عصبی داشته باشیم، بیشتیایی عصبی داشته باشیم، در ضمن از فشار داخل کره چشم ما بلند باشه، کسایی که اسکیزوفرنیا می داشته باشند، تشوش شدید روحی و روانی، و کسایی که دلبدی و استفراغ پیش بینی شده می داشته باشند. مثلا یک نفر است، یک دفعه یک دوا را گرفته دلبدش کده، دفعه دیگه امو رنگ از او دوا را که میبینه هنوز در دانش نرسیده، وقت وق میزنه. پس تمام تشوشاتی که مربوط روان باشه و تشوشاتی که مربوط سیستم اعصاب مرکزی باشه، امکان داره که فرد در پهلوی دریافتای کلینیکی دیگه دلبدی استفراغ داشته باشه. مثلا کسایی که برین تومور میداشته باشن، تومورهای مغزی میداشته باشن، دید چشم روز به روز خود خیره میکنه، امکان داره افراد اشخاص سردردیای معنت داشته باشه. در پاریش فرد دلبدی استفراغ داره و بعضی اوقات تو سردردی رو تجربه میکنه که مریض از خواب بیدار میکنه. حالا از این برنامه اتو تعبیر سو نکنین، اون مردم که هر کدامتون کم یک دلبدی استفراغ داشتین بگه حالا حتما من تومور دارم، که متاسفانه برداشت در افغانستان خیلی زیاد است. اگر کمک که پایان به این بیکسر تشوشاتی که در گوش می باشد سبب دلبدی و استفراغ می شه، مریضایی که مرض مینیر دارن یا مینیر سندروم داره، مریض میگه یک طرف گوش من شیو از صدا دارد، فکر میکنم در گوشم تیاره است.
امی طرف گوشم هم نمیشنوه، سرچرخ هم هستون در پولیش مثلا دلبدی و سپراق هم میداشته باشه. التهابایی که در داخل گوش و ساختمان های داخل گوش ایجاد میشه ما را دلبد سپراق میکنه. گاهی اوقات امکان داره ما موشن سکنس داشته باشیم، از جای به جای سفر در موتر که طولانی مدت میکنیم ما دلبدی و سپراق میداشته باشیم. دربدی و استفراغ گاهی اوقات امکان داره که در سیر یک تسلسل تشوشات قلبی ایجاد شود. دوستم اگر تو درد قفس سینه داری، در بالیش سر ترق میایه، در ضمن از اون مثلا در آه که میری زله میشی مانده میشی نفست میسوزه، دستت پوندیده، پایت پوندیده، کبوتی مثلا در نهایات تو لبت دیده میشه و در پلی از تو دلبدی و استفراغ داری، ما میتونیم فکر کنیم که مبادا این دلبدی و استفراغ در پولوی دیگه اعراض در سیر تشوشات به طور مثال کاردیوواسکولار یا سیستم قلبی وایید نباشه. یک علامه امای یا احتشای عضله قلب دلبدی و استفراغ است، یک دریافت کلینیکیش. در ضمن از دلبدی و استفراغ گاهی اوقات امکان داره در سیر تشوشات میده و روده ایجاد شوه. اگه میدی یک فرد زخم داره، اگه میدی یک فرد کتله داره، اگه میدی یک فرد دور خورده، اگه میدی یک فرد به طور مثال کدام خراشیدگی داره، اگر میدی یک فرد والولاس یا تو خوردگی داره، اگر رودی یک فرد زخم داره، اگر رودی یک فرد چوریدگی داره، اگر یک فرد التهاب روده داره، اگر یک قطعه روده به دیگه طرف به طور مثال داخل شده که به نام انتوسسپکشن میگن، اگر روده به طور مثال تو خورده که به نام والولاس میگن، کلش دلبدی استفراغ میته. اگر انسداد در میدی یک فرد موجود باشه، مجرای خروجی میده بندش داشته باشه که به نام گاستریک اوتلت ابستراکشن میگن، یا اینکه مثلا روده یک فرد انسداد متبارز یا انسداد کاذب داشته باشه، فرد در پولی دریافت های کلینیکی امکان داره که دلبدی استفراغ شدید تجربه بکنه. دلبدی استفراغ های اوقات امکان داره در سیر آفات هپاتوبیلری ایجاد شود. دوست کبدت اگه التهابی بود، جگرت التهابی بود، زردی سفید و زردی سیاه داشتی، در پولی که زرد میزنی امکان داره تو دلبدی استفراغ همچنان داشته باشی. کسایی که تشوشات سیستم پانکراسی و سیستم کیسه صفرایشان مشکل میداشته باشه، مثلا کیسه صفرا میکروبی میشه، التهابی میشه، پانکراس میکروبی میشه، التهابی میشه، در حد سیر هر مشکلی که باشه فرد امکان داره دلبدی و استفراغ را تجربه بکنم. دلبدی و استفراغ گاهی اوقات امکان داره که در سیر تشوشات کلیوی باشه. اگر یک فرد سنگای کلیوی داشته باشه، اگر یک فرد انتانات یا میکروبای کلیوی داشته باشه، امکان داره دلبدی و استفراغ داشته باشه. دلبدی و استفراغ گاهی اوقات امکان داره من حیث ساید افکت یا عوارض جانبی دوا پیش یک فرد ایجاد شوه. بر مریض شکر دوای میتفورمین که دادی، دوای اکاربوز که دادی، صبح میگه دکتر شکرم خوبه، خوبی دوا بخی، یک رقم قروقر در شکم مزیات کرده، منو بخی دلبد کرده. دلبدی و استفراغ امکان داره در سیر دواهای افسردگی ایجاد شود، در سیر دواهای جنون ایجاد شود، در سیر دواهایی که به خاطر پارکینسون میتن ایجاد شود، در سیر به طور مثال تداوی انتانات یا آنتی بیوتیکای ایجاد شود. دلبدی و استفراغ امکان داره در سیر گرفتن دیجاکسین، در سیر گرفتن بیتا بلوکر، در سیر گرفتن دوای آنتی اریتمیک یا دوای ضد بی‌نظمی‌های برقی قلب ایجاد شود. دلبدی و استفراغ امکان داره در سیر گرفتن سپلمنت ها ایجاد شود، مثلا تابلیت آهن آدم دلبد میکنه، تابلیت کلسیم آهن دلبد میکنه، کسایی که الکل میگیره دلبد میکنه. دلبدی و استفراغ امکان داره پیش کسایی که تریاک میکشن ایجاد شود، چرسی ها، کسایی که چرس میکشن امکان داره که معمولا دلبدی داشته باشن و به شکل کمپلسیو یا اجباری میره زیر او یخ خود گرفته میره او یخ خود گرفته میره. ماریجوانا یا چرس امکان داره سبب دلبدی و استفراغ شود. دلبدی و استفراغ امکان داره در سیر فلج آدمی که کفایه کلیه ایجاد شوه، در سیر بهتر مثال آدمی که کفایه جگر ایجاد شوه، در سیر خود دیابت و اختلالات دیابت ایجاد شوه. پس یک طیف وسیع از امراض وجود داره که سبب دلبدی و استفراغ میشه. یادمان نره که شعاع تداوی ضد سرطانی یا کیموتراپی و بعد از عملیات های جراحی همچنان ما امکان داره که دلبدی و استفراغ داشته باشیم. تماس زود پس میایم در سر موضوع برنامه. با جواب نفر سرش میگم 0711128 شما را به برنامه وصل میکنه. سلیمان جان میگم جوابه، میگم آقا جان تماس یک تماس که دیگه هم فکر کنم میداشته باشیم. بعد از او جواب دوست ما را که از بامیان تماس گرفته بودن، باز انشالله اگر ماندن میباشیم، رفتن اگر گفتن میریم دیگه. خب 0711128 یک دو تماس آخر را میداشته باشیم دوستایی که در روی لین زیاد منتظر نمانند. بله بله دوست محترم شما به برنامه وصل هستین، صحبت کنین که میال ده نفره دیگه منتظر. بله صدایت شما را من دارم، صدای تلویزیون کمک میشه پخش کنین؟ بله بفرمایین دوست محترم. تشکر، زنده و سلامت باشی دکتر صاحب. ما از ولایت بغلان به تماس شده، من تکلیف معده دارم، وقتی که
دم نهار دیگه غذایی که به اصطلاح شیرین باشه مثل شکر یا مثلا کیک کلچه هم چیزا باشه ایره که استفاده کنم دلجوش میشم. بله دیگه همه خود همی قفه چی سینم سخت میکنه گاهی وقت دردش طرف قلب میره احساس میکنم شاید تکلیف قلبی باشم گاهی بله. وقت طرف چپ میره او گاهی وقت پسای شانه من میگیره درست یادتر علمی درد احساس میکنم دیگه درست جوان هستی سگرت خونه میکشی فشار بلندی گپا نداری چند ساله هستی؟ ما تقریبا 30 ساله هستم دکتر دیگه سگرت نطور چیزا هیچ چیز استفاده نمیکنم. خب چقدر وقت است که دلجوشی و موضوعات یا پیشت پیدا شده؟ تقریبا مدت 2 سال یا 3 سال شده ده بعد دکتر صاحب مراجعه کردم. صحیح یگان وقتا دوا گرفتم اما نتیجه سلامت او بدرم بخش گلو گذاری را بون که گل شام از خیر از میایم سر جمع هر کس زنگ میزنه میگه زیاد مراجعه کردیم خو یگان و خادم جور نمیشه دیگه خیر است. خب سلامت خداحافظ همکارای عزیز یک تماسک بگیریم یا می دو دانه را جواب بتم. خب وقت کم است، تماس ها هم زیاد است، اعضای دل ما و دوستای عزیز ما زیاد محبت میکنن، زنگ میزنن، تماس میگیرن و ما رو سپورت میکنن. بسیار زیاد تشکر از همه شما که بیننده برنامه خودتان هستید. ما کوشش کردیم که از امی کوری و کبوتی کده تایم خود جمع بکنیم و داریم 7 تا 8 به خدمتتان باشیم، ما رو تنها نگذارین. شما بیننده برنامه درمان با ما دکتر قیس نکزاد از تلویزیون جهانی آریانا هستین. برنامه رو شما میتونین روزای شنبه یا چهارشنبه به گونه زنده و مستقیم هر شب دیگه جای شور نخورین از ما 7 تا 8 اینا میجره بیادر ببینین خلاصه با معلومات سبی شما ان شاء الله افزوده میشه. وطندار مک از بغلان تماس گرفتن، برادر بزرگوار یک علت کلان چسپن یا چس دیسکامفورت یا ناراحتی که در قفس سینه پیشک فرد ایجاد میشه در نزد جوانان در 40% واقعات امکان داره افراد اشخاص درد در قفس سینه خود در سیر تشوشات جهاز هاضمه تجربه بکنن. وقتی که اسید بالا میایه این می دردای قفس سینه و گپا یا پیش خودت کس زیادترش مربوط جهاز هاضمه است. اگرچه قضاوت از این فاصله دور بسیار مشکل است، همیال موتو تقریبا بیشتر از 100 کیلومتر فاصله داریم، ولی همی دلجوشید که جور شود شاید کتی از اینمی امی درد قفس سینه تام جور شود. راههایی که مثلا بدون دوا باید مراد کنیم، بالش تبلند بان بین خوردن نان و استراحت تکسی صد فاصله رو مراد کو، پر خوراکی نکو، کم نان بخو چند دفعه، غذای تند و تیز استعمال نکو و در پالی از دکتر سایبا بعض دواهایی که مثلا سرکوب کننده اسید است، دواهایی که به طور مثال اسید پایان میره، دواهایی که مانع بازگشت محتوا میشه یا ربط میت ان شاء الله جور میشه، یک گپ هادی است، ولی در پالوی دوا باید توجه به اصلاح سبک زندگی یا لایف استایل تام داشته باشی. وطندار که از بامیان تماس گرفته بودن، دوست ما آقا صاحب تماس گرفته بودن در مورد مشکل معند معده که بیشتر از یک سال است، یک دیسپپسیا سویازمی که بیشتر از یک سال است از رنج میبرن سوال داشتن. دوست عزیز اگر پیش یک فرد با گرفتن دوا بازم سوی هاضمه به شکل رزیستنت مقاوم باقی میباشه، این نیاز به فاردر اینوستیگیشن داره. اگر در بامیان مراکز صحی که در بخش گاستروانترولوژی کار میکنن وجود داره، خاموجا که مراجعه کنین. اگر نداره، در صورتی که تکلیف شما زیاد است، یک دفعه به کابل مراجعه داشته باشین تا اینکه تثبیت عامل درد مثلا یک ساله که پیشتان وجود داره صورت بگیره و بعد از او یک سلسله اهتمامات دوایی و غیر دوایی از طرف دکتر صاحب متخصص به شما توصیه شود. این بود داشته های برنامه درمان امروز. بسیار زیاد تشکر از اینکه همراه ما بودیم. ما انشالله از این به بعد ساعت 7 تا 8 از دریچه آریانا از شنبه تا چهارشنبه در خدمت شما خوبان قرار می داشته باشیم. یادتان نره که برنامه را در یوتیوب تلویزیون آریانا، در فیسبوک تلویزیون آریانا و بخصوص در بخش درمان تعقیب بکنین، لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و با دوستای دیگه تان هم شریک بسازین تا اینکه آگاهی عامتان بلند بره، آگاهی طبیتان بلند بره و سواد عمومی در عام افزایش پیدا بکنه. سواد طبی البته.